به نام خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام خدمت تمام بیننده های کمی لحظه برنامه تعادل و تکامل بیننده هست و شما بیننده تلویزیونی تیبی چراغ هستین. امیدوار هستم جور صحیح و سلامت باشین. دوستای عزیز همکارا گفتن که بی انرژی معلوم میشین. امیدوار هستم که شما احساس کنین که ما بی انرژی نیستیم، انرژی داریم. وقتی شب که میاییم میفهمیم که عزیزان ما منتظری برنامه هست و منتظر عزیز هست که کدام موضوع هست. امشب موضوع برنامه ما هست خیانت. اگر شما میتونستید نظریات خود شریک بسازید، کدام موضوع و سوال داشتین، به شماره تماس 0730 700 730 با ما تماس بگیرید و همچنان به شماره پیام 0702554840 با ما مسیج بگذارید و نظریاتتان شریک بسازید. تمام عزیزان که نظر میتن، نظریاتشان قابل قدر است. تمام کامنت هایی که شما میگذارید پای ویدیوها ما برشان رسیدگی میکنیم. اگر نظر خاصی دارین که نمیتونید پای کامنت بنویسید، با ما حتما مسیج بگذارید. تمام کسایی که از نظر برنامه منفی، نقاط منفی شما میبینند و بیان میکنند، بسیار زیاد تشکر میکنیم، به خاطر که به خاطر بهبود برنامه ما میگن و ما کوشش میکنیم که تغییرات زیادتر بیاریم. اگر در قسمت موضوع شما انتخاب دارین، میخواین انتخاب داشته باشین و روی موضوعی که شما میخواین بحث شوه، حتما نظر خود بگوین، ما موضوع رو پیدا میکنیم، روش بحث میکنیم. یک هفته باز یکی از شبها با شما در میان میگذاریم. بنده سهیلا در خدمت شما و دکتر صاحب نظیف الله. خوش آمد دکتر صاحب. تشکر. من به نوبه خود سلام تقدیم میکنم خدمت تک تکتان. به این زمستان سرد قلبتان گرم و خانه هایتان گرم و محبت باشد، پر از گرم محبت باشد. خدا با امید جور و سلامت بودن شما باز میپردازیم به یکی دیگر سلسله برنامه تعادل و تکامل. البته با یک عنوان جدید، موضوع جدید تحت نام خیانت. خیانت از زندگی هایتان به دور باشد. ما سر مفهوم خیانت از مفاهیم وسیع تر بزرگتر شروع میکنیم، میایم مشخص تر خیانت در روابط. امیدوارم تا آخر برنامه با ما باشید. خیانت یعنی چه؟ واژه خیانت اکثرا استفاده میشه، ما میبینیم در رسانه ها، در رسانه های اجتماعی، خصوصا در فیسبوک ها یک دیگر خود خائن خطاب میکنن، وکلا در پارلمان، وزرا همچنان یک دیگر خود خائن خطاب میکنن، در صفحات اجتماعی بیشتری به نظر میخوره. ولی اصل راست خیانت چی هست؟ میایم روی از این گپ میزنیم. خیانت در قانون چی آمده؟ در مورد خیانت در قانون، البته خیانت در چندین بخش از زندگی ما میتونه وجود داشته باشه، مثلا خیانت در سطح ملی، خیانت در وظیفه، در انجام وظیفه، خیانت در روابط، خصوصا در روابط همسر، زن و شوهر، خیانت در دوستی. ما کم کم سر هر کدامش بحث خواد کردیم، بیشتر توجه ما بالای خیانت بین دو فرد می باشه که دوستی باشه یا رابطه زن و شوهری. ولی از سطح بالا شروع میکنیم، گفتیم تعریف خیانت. خیانت از چی گرفته شده؟ خیانت از کلمه خوان گرفته شده. خوان رفته رفته، یعنی مصدرش خوان است و کسی که انجام دهنده عمل خیانت است او را خائن میگن. پس خیانت چیست؟ در قانون میگه خیانت دلالت بر جرم هایی دارد که بر علیه حاکمیت رخ میده. جرم هایی که بر علیه حاکمیت، بله، میتونه که این بغاوت در مقابل پادشاه باشه، کودتا باشه و امثال از این، و یا اگر در برابر ملت باشه، این خیانت میگن خیانت ملی. در برابر حاکم و پادشاه همچنان خیانت، خیانت ملی میگن. بله. این قضاوت باز میمانیم بر دوستا که بعضی ها را خائن ملی خطاب میکنن، پیش خود سنجش بکنن که خیانت چی است در سطح ملی، یا به ضد پادشاه یا به ضد حکومت، دسیسه بله. ساختن، کودتاها، اما اینا بر سطح ملی است. اگر ضرر به چی میرسه؟ به ملت میرسه، پس خیانت ملی است. ضرر به حکومت و به پادشاه میرسه،
این خیانت خیانت ملی است. تعریف های دیگری هم داده شده، مثلا در جای میگه که سوء استفاده از اعتماد کسی از فرد و یا گروهی، این چی است؟ عبارت از خیانت است. البته سوء استفاده زمانی خیانت گفته میشه از اعتماد کسی که باعث ضرر به فرد شود. درست. مثلا بین دو دوست، بعضی ها فکر میکنن فرض کن یک دوست با دوست دیگه میره گرم میگیره، همین دوست اولی فکر میکنه که ای از ما دل سرد شده و یا ایست که در رابطه ما امکان داره که ای بره خیانت بکنه بر ما، یک حدس و گمانایی، اصلا شک باعث ازی میشه که سوی زن و چی باعث میشه که ما شک کنیم تا که فردی میره با ما خیانت میکنه و باز رو پیگیری میکنیم. خود این افکار منفی که باعث شک میشه، باعث سوء زن میشه، اینی باعث میشه که ما بریم کنجکاوی بکنیم و رفته رفته طبیعی است که هر فردی گفتیم که زندگی خصوصی خود داره، بعضی کارهایی است که نمیخواد که دوستش بفهمه، بعضی کارهایی مثلا شوهر است که نمیخواد که خانمش بفهمه، ولی خانم اینا رو خیانت فرض میکنه. پس خیانت گفتیم که در زندگی در روابط عبارت از سوء استفاده از اعتماد فردی که موجب ضرر برز شود. اگر موجب ضرر نشه بازو خیانت نیست، شاید چیز پنهانی باشه، بعضی رمز و رازا دارن افرادی که از دیگه خود میخواهند پنهان نگاه بکنن. بله درست دکتر صاحب، چون از نظر روانشناسی در کل شما خیانت از نظر جامعه و از نظر حقوقی و از نظر شرعی همه گیر بیان کردین، تشکر. ولی دکتر صاحب میگذاریم یک سوال از عزیزان بکنیم که از نظر شما خیانت چی هست؟ شما به چه چیز خیانت میگین؟ و همچنان تجربیاتتان شریک بسازین که در زندگیتان چه وقت خیانت صورت گرفت و شما با وضعیت چی کار کردین؟ گاهی اتفاق میفته دکتر صاحب که وقتی که ما اعتماد کامل سر یک فرد میکنیم، باز چون توقع داریم که راز بانه یا از این گپ ما یک گپ میزنیم که از جای دیگه گپ خبر میشیم، در صورتی که ضرورت نیست که دیگه افراد خبر شوه ولی ما گپ خود از جای دیگه میشنویم، این خیانت در سخن هست یا راز نگاه کردن نیست، چی است؟ هر فعلی که جای میشنیم بله به جای دیگه میگیم. یک فرد میای برای ما راز خود میگه و ایده ما افشا میکنیم، درست؟ این جمع خیانت میای یا جمع این وقتی که میای راز خود برای ما شما میگه، من از روانشناس ما صدها مریض داریم میان پیش ما و مردم های معمولی رمز و راز پنهانی خود، حتی پنهانی ترین احساسات خود با ما شریک میسازن. بله اگر ما راز از اینا رو حفظ نکنیم و درست جای دیگه افشا بکنیم، قسمی که هویتشان مشخص شد، ما اینجا مثال میتیم که ما یک مریض ما این مشکل داشت، اون مشکل داشت، یا این رابطهش خراب بود، این وقتی که هویت از او افشا نمیشه اینجا مشکلی وجود نداره، اگر نه که با افشای هویت از او قسمی که بر از او بر شخصیتش در روابطش به احساساتش صدمه میخوره، این خیانت است. آشکار کردن یا بازگو کردن راز از او در یک جایی که باعث شناسایی هویت از او شوه و حیثیت و شخصیتش صدمه بخوره، این خیانت است. اما خیانت در امانت است، او راز خدا که برای شما گفته امانت کردن، ولی یعنی شما را امین دانسته. بله. و اگر ما رازش برملا می سازیم ما خیانت کردیم برای. درست. پس زندگی روزمره عزیزان ما همچون اتفاقات زیاد مفته که شرایط طوری شده که ما نمیتونیم بریم به هر کس راز دل خود بگوییم، نمیشه که درد دل کنیم، گاهی نمیشه که امو فشارهات درونی که در وجود ما هست بریم یک دوست انتخاب میکنیم، یک شاید خواهر ما با ما خیلی نزدیک است، شاید برادر ما با ما نزدیک است، شاید کسایی که ازدواج کردن همسرشون خیلی برشون نزدیک است، وقتی که بعض حرفا رو به شما برشون میگیم باز اگر افشا میشه به این معنا که امو راز شما، امو امانت شما خیانت شده. خیانت به این معنا نیست که ما اگر یک پیسه دادیم، طلا دادیم، نقره دادیم، لعل و جواهر رو اینا رو دادیم، یک کس با ما نگاه کرد، این با ما امانت ما نگاه کرد. در خیانت تمام مسائل جا داره. از جمله مثال اولش ازدواج خودش.
زمانی که ما ازدواج میکنیم به این معنا که ما فرد انتخاب کردیم که با تمام خصوصیاتی که هست ما پذیرفتیم، قابل قبول هست بر ما، فرد قابل اعتماد است بر ما، ما از نظر اعتماد کاملا سرش باور داریم، فرد امانت دار است. ولی زمانی که ازدواج میکنین و با هم زندگی را سپری میکنین، اونجا متوجه میشه که بعضی کارها برخلاف میل فرد صورت میگیره. فرد احساس میکنه که اینجا بر من خیانت شده. چگونه خیانت شده؟ خانم گاه احساس میکنه شوهر بر من خیانت میکنه، که پیشتر دکتر صاحب گفت خیانت انواع زیاده داره. اگر ما روی زندگی مشترک بپیچیم، اکثر زندگی ها، اکثر خانم ها، اکثر آقایان، مثل برنامه های قبل که رویش بحث کردیم که سوی زن یا مشکوک یا شک داشتن زندگی میپاشان از هم، خیانت آخرین مرحله است که زندگی رو میپاشانه. به این معنا که جدا میشه زن و شوهر، از هم جدا میشه، ثمره زندگیشان چی میشه. اینجا است که ما باریکی هایی که در زندگی هست، حتی اگر بر ما خانم چیز را امانت میده، اگر سخن امانت میده، ای که خانم در زندگی ما آمده و چقدر قابل ما باید برش قابل اعتماد باشم، به شوهر و شوهر چگونه بر ما قابل اعتماد باشه، این برمیگرده به نوع تربیت ذهنی ما که ما از زندگی خود چی برداشت داریم، چی چیز بر ما مهم است. اگر بر ما امانت داری چیز مهم باشه، هیچ وقت زندگی ما اتفاق خیانت نمیفته. پس نقطه های اصل، اما چراغای سرخ زندگی ما همیشه وقت پیش ما باشه. درست است که ما سبک زندگی مختلف داره، هر انسان نظر به کرکتر و شخصیت و فرهنگ خانوادگی خود، تربیت شدن فرق دارن، ولی فکر میکنم دکتر صاحب در زندگی اما چراغای سرخ و سبز که وجود داره همیشه وقت باید در نظر گرفته شوه. خطهای سرخ و سبز مقصد است. بله، چون یگان وقت ما باز خطهای سرخ و سبز به گروپ چی کردیم، تشبیه کردیم، به خاطر که یگان وقت اگر یک موضوع اتفاق میفته، ذهن آدم او جرقه که در ذهن اتفاق میفته، ما او را به یک گروپ مثال دادیم. یک کار که میکنی خودت میفهمی این کار اشتباه هست، درست؟ چون علامه خطر است، اما گروپ سرخ میشه، ولی انجامش میدی. با چی معنا؟ کمو خط سرخ دیگه وقتی گفته بودیم منطقه من گزاری هست رفتی. خیانت یکی از امو چراغای سرخی است که زمانی که ما سرش طرفش میبینیم، میبینیم سرخ است، میبینیم علامه خطر است، میبینیم خوشایند نیست، احساس ما برانگیخته میشه، احساس خوب نمیکنیم، باز انجام میدیم. دقیقا. خب پیش از اینکه رابطه با مثال بود خیانت بین زن و شوهر و بین دوست بیم، این را گفتیم در سطح بالاتر شروع میکنیم، گفتیم خیانت به سطح ملی را اگر ببینیم، این هم حکومت ها کشور ها یک خطوط سرخی دارند. کسی که از این خط سرخ عبور میکنه، مثلا تمام حکومت های دنیا بعضی اسناد محرم دارند در داخل حکومت، درست؟ مثلا سیستم استخباراتی تمام کشورها بعضی اسناد خیلی خیلی محرم دارند. اگر فردی پیدا میشه و امی اسناد محرم به اختیار کشور بیگانه قرار میده، این به ملت خود خیانت کرده، با کشور، حکومت و حاکم امو وقت یا پادشاه امو زمان خیانت کرده، اینی خیانت ملی محسوب میشه، به سطح ملت خیانت. که افغانستان فعلا فکر میکنم از نظر وضعیتی که داریم و شما روزانه تجربه میکنیم، ما فکر میکنم که مو از خط سرخ خارج شده. بله. او بعضی خب، چیزهایش. قضاوت ما قضاوت نمیکنیم. ملت خودش قضاوت میکنه، تاریخ قضاوت میکنه. البته برنامه را ما سیاسی هم نمیسازیم. ولی چون موضوع خیانت است، باید بگوییم جزئیات از اینه که چه چیزا رو در بر میگیره. مثلا گذاشتن اطلاعات مهم به کشورهای بیگانه، کار کردن به دول خارجی که به ضرر ملت باشه، به ضرر کشور و حاکمیت هم زمان باشه، این چی است؟ خیانت محسوب میشه و خیانت هم به سطح خیانت ملی. جاسوسی به کشورهای بیگانه یک خیانت انکارناپذیر است و همه گی میفهمند که گپ بد است. مثلا جاسوسی باز چهار نوع است که سیاسی است و نظامی است و اقتصادی است و اجتماعی است. علمی است، یعنی اسناد علمی محرمه
در اختیار دیگران قرار میدن، یا به اصطلاح امو ساز و برگ نظامی را که قرار نیست ما به دیگران بگوییم، دشمن از او باید خبر نباشه، در اختیار دشمن قرار میدن. تمام از اینا چی خیانت محسوب میشه؟ علت از این خیانت میتونه که طمع باشه، میتونه که دشمنی با مردم باشه، با ملت باشه، در اثر یک عقده که با یک قوم و قبیله داره میره خیانت میکنه در قبال از او قوم، در حال که کل ملت متضرر میشه. یا میتونه که انگیزه از پول باشه، مثلا در بدل گرفتن پول بعضی اطلاعات مهمی را که به ضرر ملت و کشور خود است در اختیار دیگران قرار میده، این یک خیانت ملی محسوب شده میتونه. همچنان میشه نظر به بعضی شرایطی که بالای فرد میآید، شرایط اضطراری و یا فشاری که بالایش وارد میشه، مثلا تحت فشار میگیرند که اگر بر ما اطلاعات نتی ما فامیل تفرس و گروگان گرفتیم، شکنجه میکنیم یا از بین میبریم و یا خودت در صورت تهدید میشه، یا در اثر نادانی شخص نمیفهمه که این مسئله به ضرر ملت و کشورش تمام میشه، این چی از کلش خیانت ملی است. بله. حالا اگر بیاییم مشخصتر روی خیانت روی در روابط زن و شوهر، یا روابط بین دوستا، روابط بین خانواده کمی وسیع‌تر، باز مشخصا میریم در روابط بین زن و شوهر. حالا روابط بین خود، فامیل، اجتماع و افراد دور بر ما، این میگه عواملی که تاثیرگذار است بالای ازی، یکی شک و بدگمانی است، باعث خیانت میشه، یکی خیانت طرف مقابل. اگر ما احساس بکنیم که طرف مقابل به ما خیانت میکنه، مثلا اگر احساس بکنیم که دوست برای ما خیانت میکنه، به پاسخ خیانت از او میگیم که جواب بالمثل باید بدیم، یعنی آرام نمیشینیم، میریم یک کاری میکنیم که معادل خیانت از او باشه. اگر او یک راز ما را افشا کرد در جایی، طبیعی است که خیانت از در امانت، ما میریم چندین راز از او را در یک جای دیگه که به ضرر از او شخصیت از او توهین تحقیر شود انجام میدیم. این چی از خیانت در برابر دوست یا خیانت در روابط، اسرار فامیلی خدا ما را جایی که نیاز نیست افشا میکنیم که این به هویت فامیل و عزت و آبروی فامیل صدمه میخوره، این خودش خیانت به خانواده هست. و ای که خیانت به همسر چی است، در روابط زوجه بله. چی است، اصلا ای که انواع خیانت چیست و اصل بپیچیم اگر رو موضوع زن و شوهر مشترک، میریم میان برنامه میگیریم برمیگردیم. دوباره خوش آمدین عزیزان دل، امیدوار هستم خسته نشده باشید و تا آخرین لحظات برنامه با ما باشید. شما میتونید با شماره تماس 0702-55-48-40 مسیج بگذارید و همین لحظه که مسیج هم آمد، خدا کنه که دوستان نگوید چطور که نام مسیج گفتین و مسیج آمد. دوستای عزیز، شما میتونین همچنان به کلینیک ما اگر میخواستین حضوری مشاوره بیاین، وقت بگذارین با دکتر صاحب یا با ما، میتونین قلعه نجارا، خیرخانه قلعه نجارا و احمدیار پلازا منزل سوم اتاق نمبر 16 حضور پیدا کنین. ما انشالله بعد از ظهر معمولا هستیم و بهش ما حتما وقت بگذاریم. قسمی که دکتر صاحب گفتن که خیانت چند نوع هست، انواع خیانت گفتن گفتیم بعد از میان برنامه میگیم. دکتر صاحب حالا به شما انواع خیانت میگه و همچنان شاید یک سوال هم از شما داشته باشن. خیانت گفتیم میتونه که عاطفی باشه، خیانت جنسی باشه، خیانت مالی باشه یا خیانت ملی باشه، هر کدامش از خود تعریف های خود دارن، ولی روی بحث ما بیشتر روی خیانت بین در خیانت در روابط است. البته روابط بین زن و شوهر، روابط بین دو دوست، روابط بین اعضای خانواده که از این جمله بیشتر در خیانت در روابط زن و شوهر بیشتر پررنگ است. یعنی در هر سر دنیا ببینین شکایت های خانم ها که ذاتا موجودات شکاک و بدگمان هستند،
اینا از خیانت شوهرانشان شکایت دارند. دلیل چی است؟ البته مسائل عاطفی و جنسی که هست، خیلی مسائل دیگه هم هست که باعث شکایت طرفین میشه. یعنی مردها از خانم ها شکایت دارن، خانم ها از مردها شکایت دارن. این روانشناس ها به 7 کتگوری تقسیم میکنن یا تحت 7 کتگوری ای را آوردن که یعنی این 7 کتگوری هم باعث با وجود آمدن بدگمانی و یا ایست که یک طرف احساس میکنه که طرف مقابل بر من خیانت کرده و سبب سلب اعتماد و احترام یک دیگر میشن. یارم من براتان میگم، البته استادم که تمام کاری خود کرد. اولیش اهمیت بیشتر، ببینید در رابط ما اگر به خواسته ها و نیازهای خود بیشتر اهمیت میدیم، طرف دیگر نظر انداز میکنیم، طرفی که نظر انداز شده او احساس حقارت میکنه و تحت فشار قرار میگیره. اینی چیزام کمتر از صدمه زدن، مثل که خیانت بر فرد صدمه میزنه، کمتر از این نیست. درست. خیانت به فرد صدمه میزنه یا به روابط ما صدمه میزنه. همین که یک طرف هم بی توجه به نیازها و خواسته های طرف مقابل رابطه را به ادامه میده، ایام باعث شده میتونه. دوم، ما وقتی که ازدواج میکنیم متوجه باشیم ما همسر انتخاب میکنیم. همسر یعنی همسفر، ما سفر زندگی رو با این ادامه میدیم. ولی متاسفانه بعضی زوجها رو میبینی که به جای همسر بودن فقط همخانه بودن رو ترجیح میدن. یعنی در یک خانه با هم زندگی میکنن، خورد و نوش میکنن، میمون میره، اینا مرد صبح وظیفه میره یا خانم میره وظیفه، هر دو وظیفه میرن یا خانم میره مرد نمیره. بالاخره زندگی از یک قسمی است که فقط شب میان با هم در یک خانه زندگی میکنن، زیر یک سقف هستن، همخانه هستن ولی همسر نیستن. این هم به اندازه خیانت صدمه میزنه. یعنی احساس شک و گمان و بدگمانی که به طرف خیانت میره از این ناشی میشه. اگر همسر باشن کمتر احتمال خیانت میره، ولی اگر همخانه باشن مرد میتونه خواستهای خود در بیرون از خانه ارضا بکنه، ولی خانم در خانه تحت فشار قرار میگیره. خانم اگر برش رسیدگی نکنه شوهر، خانم احتمال داره که به طرف زینش به طرف خیانت کشانده شود، چون نه همسر نیستن، فقط همخانه هستن. درست دکتر صاحب، ما میخواییم در این قسمت دمی شماره دومش چیزهایی بگویم. اینمی که پیشتر شما اشاره داشتین دکتر صاحب که زیر یک سقف زندگی میکنه، هم خانه هست هم بستر و هم همسر نیستن. گاهی وقت متوجه شدین که ما فکر میکنیم که ترجیح دادن زیاد به اطفال، که زیاد با طفلا باشیم، یعنی مادرها معمولا یک موضوع که گفتین که خانم ها معمولا شکاک و بدگمان هست، این ناشی از رفتارهایی هستند که بین زن و شوهر رد و بدل میشه. مثلا گاهی وقت خانم ها زیاد ترجیح میده که با اطفال خود باشه، وقت خوشان میشه، خو نان همه چیز برشان. بعضی فامیل ها در افغانستان آنقدر فرزند زیاد دارن که رسیدگی برشان نمیشه. اینا که رفته رفته امو ترتیبی که چگونه با همسر خود رفتار کنه، چگونه با ایشان باشه، در چه زمان باید باشن، از دست میتن. و یک موضوع دیگه که شما اشاره کردین که خانم ها میرن طرف خیانت کردن، گاهی وقت شرایط زمینه قسم می باشه. بعضی مردها از نظر ذهنی، از نظر رفتاری منضبط می باشه، قید می باشه، البته شاید به گپ خود نباشه، چهرهشان طوری می باشه که خانم جرأت بعضی گپ ها رو نمی کنن. یا ای که گاهی وقت خانم ها شاید نهایت بتانن که خود ابراز کنه بگویند، ولی فرد که جانب مقابلش هست برش وقت نداره. گاهی شاید میگه که بگذار به فردا یا به شب، یا برش قدر وقت نمیده، میگه من مصروف هستم، تازه از بیرون آمدم. این چیزا باعث میشه که خانم با یک کسی که گوش و شنوا داشته باشه برش حداقل ببینی. خیانت ها گفتیم انواع چند رقم داره که دکتر صاحب گفت به 7 دسته تقسیم شده. ای شمار... میشه خیانت نگوییم، میشه ایره بگوییم که این مواردی است که صدمیش به اندازه خیانت کردن است به یک دقیقا. که ما دو موردش برشمردیم.
ده شماره دوم اینمی چیزهایی است که باستر باید بگویم، اینمی که بعض چهره ها بسته می باشد، شاید از خانم چهره بسته باشد، رفتارشان قدر خشن باشد که شوهرش نتونه خود ابراز کنه، بگویه بعض گپ هاست. معمولا اکثر خانم ها شکایت داره که مرد ها هیچ راز خود با ما شریک نمی سازه، هیچ گپ خود با ما شریک نمی سازه. خب وقتی که ما نتونیم زمینه رو مساعد بسازیم که همسر ما با ما گپ بزنه، سخن بگویه، یا معمولا که سر موبایل مشکوک می باشن، از طریق خیانت ها معمولا از طریق دنیای مجازی می باشد، طریق های مختلف داره که این زمینه رو خود ما زمینه سازی می کنیم، شرایط خود ما مساعد می سازیم که این کارا صورت بگیره. البته این بدترین خیانت است از نظر احساسی. من فکر می کنم امی که ما به کسی وقت نمی تیم، بلکه که فرزند ما باشه، بلکه که شوهر ما باشه، بلکه که خانم ما باشه، خواهر باشه، برادر باشه، یک رایی که ما فرد از جانب خود دروازیش بسته می کنیم، رویش به طرف کس دیگه می کنیم، او هم که آدم مطمئن باشه نباشه، چقدر جان ازی به خطر باشه، چقدر مال ازی به خطر باشه، از نظر احساسی چقدر صدمه وارد شوه، ای دریچه را وقت ما دریچه آغوش خود، دریچه گوش خود برش بسته می کنیم و قیدش می سازیم، خیانت شروع می شه از اینجا. خیانت های احساسی، مالی، جانی. یعنی وقتی ما اعتماد میگیم فردی که در زندگی ما هست، باید زمینه طوری بر ما زمینه شرایط طوری زمینه سازی کنه که ما بتانیم خود اظهار کنیم برش بگوییم. میریم شماره سوم دکتر. دقیقا فکر کنم بحث خیانت خیلی طولانی میشه و در این برنامه نتانی میره با ما به نتیجه گیری برسانیم. دقیقا بعض موارد دیگه ممکن است ای که علل و عواملی که مردا را میکشانه که بیشتر خیانت بکنن و یا خانم ها به شوهرش خیانت. امی که سرچشمه خیانت از کجا هست؟ بله. از کجا سرچشمه میگیره خیانت؟ فکر میکنی بحث بسیار کلان است، اگر امشب بحث کنیم شاید کم شوه وقت ما. میشه یک برنامه دیگه روی زمین داشته باشیم. خب حالا میریم به شماره 3. گفتیم به 7 دسته رو شما تقسیم کردن، صحیح؟ درست. که اولیش گفتیم اهمیت بیشتر به نیاز و خواسته های خود میتیم، به طرف مقابل نمیتیم. درست. دوم گفتیم که ما همسر انتخاب نمیگیریم، همخانه فقط، یعنی همخانه با هم زندگی میکنیم. سوم بی توجهی به همسر یا حمایت نکردن از همسر، مثلا درست. مثلا در زن شوهر باید مثل یک تیم کار بکنه. درست. تیم آله، ما تیمای بزرگتر داریم در سطح بالاتر که 10-12 نفری است، تیم های 2 نفری هم میتونیم داشته باشیم. در بعضی ورزش هاست تیم های 6 نفری است، بعضی تیم های 2 نفری. خب یک تیم باید با هم دیگر خیلی هماهنگ باشن، یعنی اگر هم تیمی ما را کسی توهین تحقیر کنه، باید ما سرسختانه از او دفاع میکنیم و باید بگوریم دفاع. به این شکل اگر خانم ما در بین سایر خانواده ما که خواهر و برادر و دیگر ها هستند، اگر مورد تحقیر و تمسخر قرار میگیره، ما باید سرسختانه دفاع بکنیم. اتونه که با دیگر ها جنگ بکنیم، یعنی حمایت بکنیم، حداقل یه خود تنها احساس نکنه، چون از یک خانواده دیگه آمده فکر نکنه که من جد تنها هستم. بنان مثل یک تیم، اما تو که شوهر از خانم حمایت میکنه، خانم هم از شوهر حمایت بکنه، یعنی آبرو یک دیگر رو نبرن، بین خود هر چی جار جنجال داشته باشن او مهم نیست، مهم ایست که آبروی یک دیگه خود پیش خیش و خام نبرن. دیگر ها از من مطمئن استم که زن و شوهرهایی که سالها را با هم سپری کردن، 10 سال و 20 سال سپری کردن، بهتر درک میکنن حرف مرا، که بین زن و شوهر بعضی جور جنجال اتفاق میفته، ولی لازم نیست که فرد سیومی را دخیل بسازن به او، و اگر نسازن بهتر از به نظر من. البته فرد سیوم که خواهر یا برادر طرفین میباشه، ای خو دخیل نباشه و نباشه، ولی من حیث میانجی یک فرد مصلح و امین به نظر من بهتر است یک مشاور باشه، مشاور بخش روانی، مشاور بخش خانواده، درست، مشاور اجتماعی. این بهترین راهکار است، ما پیشنهاد میکنم کسایی که جار جنجال دارن بهتر است تا اینکه برن به برادر خود شکایت بکنن، به خواهر خود، تمام دسترخان خود آوار بکنن که اونا دخیل هستن در رابطه، دیگه ممکن است که آتش بندازن در چوب اندازن در آتش از اینا و آتش بیشتر شود. از این که باید مشاوری که آموزش دیده است، چون همه گی نمی فهمده مسائل خانواده. بنان حمایت از همسر 100% باید صورت بگیره، اگر نمیشه خود از این صدمیش بزرگتر از صدمات خیانت میتونه باشه. چهارم موضوع خیلی مهم است، دروغ گفتن به یک دیگر. اگر طرفین بار بار
به همدیگه دروغ میگن، صدمات از خیلی سنگین تر است و حتی چی بسا که دروغ ها باعث پیشرفت در راه خیانت کردن به یکدیگر منتهی شود. دروغ زندگی ها را از هم میپاشاند. پس بهتر است وقتی گفتیم که مثل یک تیم کار میکنیم، هم تیمی ها باید از با همدیگه باید راست باشند، یعنی دروغ در زندگیشان جای نداشته باشه. یک مورد دیگه است، مورد ششم، البته استفاده از نقاط ضعف یکدیگر در به خاطر ضربه زدن یا صدمه زدن از او. مثلا طرف فرض کنین خانم در فامیل خود کدام مشکل داره، شوهر از او نقطه ضعف استفاده میکنه و تحت فشار قرار میده، یا خانم یک نقطه منفی داره در خود، شوهر این نقطه را میگیره به دیگرا، به خواهر، برادر، خانواده خود، به خیش خواهر میگه، به خاطر اینکه خانم میشه توهین کرده باشه، کم بیاره پیش دیگرا و این خود از یام صدمه از این بیشتر از صدمه است که در خیانت مردم میخوره، چون ایام یک نوع خیانت است. یعنی روابط بین خودشان که است ای را حفظ نمی کنه و باعث سازی میشه که راز از ای را افشا بکنه جای دیگه. این خودش یک نوع صدمه و شخصیت فرد است. و شماره پنج بودی. ششم، فاصله گرفتن از لحاظ عاطفی از یک دیگر. ببینین بعضی مردها علاقه دارن که با رفقای خود بشینن بگردن، دوستای خود را ترجیح بدن نسبت به همسر خود. این کار درست نیست. البته دوستان موقف خود دارن، جایگاه خود دارن و همسر همسفر زندگی است. این در تمام عمر با هم است. دوستان بعضی لحظات هستن، دوستان میگه مثل دوا هستن، دوستان مثل دوا هستن، یعنی گاه گاهی به اونا ضرورت میفته، ولی خانواده مثل غذا هستن که همیشه وقت به غذا ما نیاز داریم. پس با دوستان و خانوادهتان روابط خود قسمی باید در تعادل قرار بدیم که به دوستانم رسیدگی بکنیم. گاه گاهی نمیشه از یاد برد، خصوصا دوستان قدیمی را ما هیچ وقت فراموش نمیکنم. سلام به همه ایشان. مورد هفتم، اعمال فشار برای ایجاد تغییرات است که مثل از این میمانه که وقتی که فرض کنین نامزدتان، کسایی که نامزد هستن بسیار برشان به درد میخوره، نامزدتان سگرت میکشه و شما امیدوار هستین که بعد از اینکه ازدواج کردین با سگرت بالا از این ترک بکنین. این کاملا فکر اشتباه است. هیچ وقت امیدوار به ایجاد تغییرات نباشین. خوب است که قبل از ازدواج چیزی در نظر بگیرین، دقیقا در نظر بگیرین که اینمی فرد با اینمی حالتش میپذیرین یا نمیپذیرین. اگر نمیپذیرین بهتر از ازدواج نکنید. اگر پذیرفتین خب این حالت از رو اگر کم شد خب چی بهتر. اگر نی که ترک کرد خب نور الان نور، اگر نکردم شما امت پذیرفته بودین او را. یعنی اگر شما به این فکر باشین که پس از ازدواج من تو تغییرات میرم، شما اینجا نظام نیست، اردو نیست که قماندان باشه و امر بکنه که این کارو بکنی کارو نکو، اگر نه حبست میکنم. اینجا مسئله تملک نیست، یعنی ملکیت داشتن، یکی بالای دیگه ما تملک نداریم، حس تعلق است، به هم دیگه ما تعلق می داشته باشیم. پس از همسرای خواهش دارم که درک دیگه خود تغییر اگر میخواین ایجاد بکنین، از شیوهای دیگه پیش برین، از شیوه تملک کار نگیرین، از قدرت کار نگیرین، از زور جنگ و دعوا هیچ وقت به جایی نمیرسه. پس پیش از ازدواج موارد در نظر بگیرین تا بعد از ازدواج، یا ایست که نامزدتان قسمی که هست بپذیرین، خوب و بعدش بپذیرین، دو صورت باز بهتر میتونین زندگی رو کسی پیش برین. تا ای که بگین که نه ازدواج میکنیم، باز من این کار سرش ترک میکنم، من این کار تو میکنم، یا مثلا ورزش نمیکنم، باز من یه ورزشکار میسازم حتما. تغییرات نمیتونیم بیاریم، صحیح است به وسیله انگیزه میتونیم بیاریم، ولی به وسیله تملک و زور و جبر و فشار امکان پذیر نیست. خ
خود خسته میسازیم ولی به جای نمیرسیم. از اینکه وقت کم از دکتر سو ببخشین گپ تونی گرفتم، میشه بیشتر اشاره کردین که یک فرد سیگرت میکشن و خانم میتونه از دیگه راهی پیش بره، میشه که شما یکی از آقایان هستین فکر کو که امی عمل دارین و خانم شما خوش نداره، که به چه طرح به چه گونه لحجی به شما بگوین که من سیگرت شما را خوش ندارم تا اینکه بپذیرم آقا؟ شاید هم تو یک خانم زیاد اکثر خانم ها باشند که شوهرشان نسبار میکنه، سیگرت میکنه یا بعضی مواد دیگه استفاده میکنن، خانمشان خوش ندارن. این سوال کدام نمیفهم آل جواب میدیم چون تایم هم پوره است، اگه فردا یا پس فردا شد. خب یک کمی جواب طولانی داره. من متوجه امیدوار هستم که سوال تانه من در برنامه دیگه به تفصیل پاسخ بدم. چرا؟ مطمئن هستم که در ذهن بعضی بیننده های ما مطمئنی سوال پیدا بله. شده، خصوصا خانم های کنجکاو که ما سر شوهر خود چطور سیگرت رو ترک کنیم، چطور نسوار رو ترک کنیم. بله دقیقا. و بعضی عمل های دیگه ممکن تریاک پیش رفت چون شاید بسیار زدنک و جنگ و گپا کرده باشن برشان نتیجه ندادن. بله. ولی شما بحث کردین، شاید گفته باش دکتر صاحب کاش که شو شما طریقش بگوین که ما چطور بتونیم که از شر این بلای بیجان خلاص شویم. اینا در برنامه بعدی ان شاء الله که در خدمتتون خواهی بود. ما فکر میکنم که روی احتیاط یک برنامه داشته باشیم. دقیقاً. این بسیار خوب است در مورد ازی بحث بکنیم، ولی برنامه بعدی ادامه برنامه خیانت این سوالتان رو باز ما پاسخ خواهد دادم. عزیزان دل، این بود برنامه امشب ما تا این لحظه، تا یکی فردا شب نه پس فردا شب در حضورتان میاییم و برنامه اجرا میکنیم و حضور گرمتان خواهیم داشت. شما را به خداوند لایزار بسپاریم. تا درود دیگر، بدرود. خدا یار و مددگارتان با تا برنامه دیگر به الله کریم و رحیم بسپاریم.